با درود و مهر در بامداد جمعه 30 شهریور ماه 1403 در ایران و کماکان شامگاه پنجشنبه 19 سپتامبر 2024 در واشنگتن، من محمد بنسرپور با مجله خبری هدلاین در خدمت شما هستم. بعد از ابتدای برنامه که میپردازیم به آخرین تحولات در افزایش تنش بین اسرائیل و لبنان، در بخش دوم برنامه پای صحبت‌های آقای دیوید هرست سردبیر میدل ایستای می نشینیم در رابطه با اقدامات بسیار خطرناکی که اسرائیل داره در حمایت از جناح راست در اروپای غربی و آمریکا انجام میده، و در انتهای برنامه هم تحلیل خانم سارا ویتسون رو در نشریه فارن پالیسی می خونیم در رابطه با این کارت بلانش غذایی که عملا ایالات متحده به آقای نتانیاهو داده. اما در پی دو روز انفجار تجهیزات ارتباط جمعی در لبنان که گفته می شود حالا حداقل 30 کشته بر جای گذاشته، از عصر روز گذشته یعنی از عصر پنجشنبه اسرائیل گلوله باران نوار مرزی با لبنان رو آغاز کرده که این تصاویر رو خبرگزاری اسوسییتد پرس از این گلوله باران ارسال کرده. و اما اندکی بعد از نیمه شب، در واقع هواپیماهای جنگنده بمب‌افکن اسرائیلی شروع به بمباران نقاطی در جنوب بیروت و همچنین حومه پایتخت لبنان کردند. خبرگزاری TRT تلویزیون دولتی ترکیه تصاویری رو از این بمباران مخابره کرده. بینندگان هدلاین حتما خاطرشون هستش که ما ناآرامی های راست افراطی در انگلستان و برخی از کشورهای دیگر اروپایی رو در ماهای اخیر مفصل پوشش دادیم، به ویژه درگیری های انگلستان رو که توأم بود با حمله به هتل های محل نگهداری پناهجویان و بعضن در برخی از این تجمعات راست افراطی فاشیستی. ما متاسفانه شاهد حضور برخی از هموطنانمون هم بودیم با پرچم‌های شیر و خورشید. و اما آقای دیوید هرست سردبیر خبرگزاری میدل ایست آی یک تحلیلی رو ارائه کردن برای در این رابطه پیرامون پیوندی که اسرائیل و دستگاه‌های امنیتی اسرائیل با جناح راست افراطی در اروپا ایجاد کرده. تحلیل بسیار بسیار عمیقیه که من برای شما ترجمه کردم. There's an unholy alliance between Israel and the far right. But this alliance between Israel and the far right isn't just a threat to Muslims.
یک اتحاد نامقدس بین اسرائیل و راست افراطی شکل گرفته، اما این اتحاد بین اسرائیل و راست افراطی فقط تهدیدی برای مسلمانان نیست. این بزرگترین تهدید برای یهودیان است که در سراسر جهان به طور مسالمت‌آمیز زندگی می‌کنند. مدتی است که اسرائیل یک سیاست استراتژیک برای جلب نظر راست افراطی و راست فاشیست در اروپا دارد و به گونه سیستماتیک انجام شده که تصادفی نیست. چشم‌انداز به قدرت رسیدن راست افراطی به طور جدی در اروپا به عنوان یک فرصت طلایی توسط اسرائیل و سرویس مخفی آن و وزارت امور استراتژیک آن برای تاثیرگذاری بر تصمیم گیرندگان در بالاترین سطوح در اروپا تلقی می شود. گاهی اوقات این کار بیش از حد پیش می رود و در واقع یک جاسوس را در یک دولت خارجی تزریق می کنند. Until the Dutch secret services blocked it over concerns that actually he worked for what they called a foreign intelligence service, but actually what they meant was Mossad. مانند مورد گیدئون ماکاسار که به عنوان نامزد معاون نخست وزیر و وزیر مهاجرت هلند معرفی شد، تا اینکه سرویس‌های مخفی هلند او را به دلیل نگرانی از اینکه برای چیزی که آنها یک سرویس اطلاعاتی خارجی توصیف کردند کار می‌کند رد صلاحیت کردند. اما در واقع منظور آنها موساد بود و بدیهی است که زیاده روی شده. اما آنها به گام بعدی جایگزینی دولت‌های لیبرال دموکرات میانه رو فعلی در اروپا با دولت‌های راست افراطی جدید فکر می‌کنند. آنها به چندین دهه آینده فکر می‌کنند. این پاسخ اسرائیل به مجموعه ای از کشورهاست که یک کشور فلسطینی را به رسمیت شناختند. اما مدت‌ها قبل از این اسرائیل روابط خود را با راست افراطی در همه این کشورها تقویت کرده. خرت ویلدرز در هلند، حزب واکس اسپانیا، تجمع ملی در فرانسه، راست افراطی در آلمان. اسرائیل روابط خود را با همه آنها تقویت کرده، زیرا همه آنها به طور گسترده‌ای به صهیونیسم روی آوردند. نه فقط به این دلیل که آنها می‌خواهند از گذشته آشکارا یهودی ستیزانه و ضد یهودی خود فاصله بگیرند، مثل پدر مارین لوپن که در واقع به جرم یهودی ستیزی محکوم شد، بلکه به این دلیل که آنها همان ارزش‌های اسرائیل را دارند و اسرائیل برای آنها الگویی است از یک کشور مسلمان زدایی شده. Anti-Semitism. It's because they actually share the same values as Israel does. And Israel for them is a model of what a Muslim-free country would actually look like. Israel اسرائیل نوری در دریایی از تاریکی اسلام است. اسرائیل قناری در معدن زغال سنگ است. اگر اسلام اسرائیل را فتح کند، ما نفر بعدی خواهیم بود. Israel, we will be next. So both Israel and the extreme right and Tommy Robinson in this country. بنابراین هم اسرائیل و هم راست افراطی و هم تامی رابینسون در انگلستان از همین استدلال استفاده می کنند. آنها می گویند که تمدن غرب از سوی اسلام در معرض تهدید است. آنها حتی نمی گویند اسلام گرایان، فقط می گویند اسلام. این یعنی هر مسلمانی تهدید برای اروپا است. این یک تحلیل رایج است که توسط به اصطلاح روشنفکران راست افراطی، افراد حزب محافظه‌کار، افرادی مانند سوئلا برامن وزیر کشور سابق که از تریبون مجلس تفکرات یک روزنامه‌نگار به خصوص نفرت انگیز دیگر و به اصطلاح فیلسوف راست افراطی داگلاس موری را به اشتراک می گذارد. همه آنها یک چیز را میگویند و مدت زیادی است که آن را میگویند. بنابراین با راست افراطی و فاشیستا و لیبرال های نزدیک به خود اشتراکات زیادی دارند. نه تنها از وجود اسرائیل حمایت میکنند، بلکه از ایده اسرائیل و این ایده که آن را تئوری جایگزینی بزرگ مینامند، که جمعیت بومی با جمعیت غیر سفید پوست با ارزش های متفاوت جایگزین خواهد شد. و این ذاتاً ایده پشت شورش های اخیر است و شما می توانستید در خیابان ها شعارهای آنها در مورد متوقف کردن قایق ها و بازپسگیری خیابان ها را بشنوید. این تجلی منبیات داگلاس موری و سوئلا برامن است. This is Douglas Murray and Sweller Braverman in action. Stop the boat! Stop the boat! Stop the boat! Stop the boat! Of course, the reaction to the recent riot in Britain. البته واکنش به شورش‌های اخیر در بریتانیا توسط به اصطلاح رهبران جامعه یهودی، و من میگویم به اصطلاح زیرا در واقع آنها کمتر و کمتر نماینده یهودیان بریتانیا هستند، اما خواهم اعظم می ریس میگوید جامعه یهودیان در بریتانیا خود را بین سنگ و یک مکان سخت میبیند. صخره راست افراطی فاشیست است و جای سخت چپ طرفدار فلسطین. اما واقعا این بیان کافی نیست، زیرا شما نمیتوانید شکایت کنید که بین یک سنگ و یک مکان سخت گیر کرده اید در حالی که فاشیستا را در آغوش گرفته اید، یا به فاشیستا اجازه میدهید در تظاهرات شما شرکت کنند، همانطور که در خارج از سینمای فینیکس در فینچلی شرقی اتفاق افتاد، و سپس شکایت کنید که در این آغوش گیر کرده اید وقتی فاشیستا ذات واقعی خود را نشان میدهند که اراذل و اوباش هستند. If there is a link between what's happening now and what happened in the 30s,
It is in the anti-Jewish propaganda that existed in the 30s that led to the violence and led to the Holocaust, led to the industrial killing of 6 million Jews. And اگر شباهتی بین آنچه امروز علیه مسلمانان می‌گذرد و آنچه علیه یهودیان در دهه 1930 اتفاق افتاد وجود داشته باشد، این است که یهودیان در دهه 1930 هدف نژادپرستی گسترده اجتماعی بودند و مسلمانان امروز در همان فضا هستند. آنچه واقعا برای من غم‌انگیز است، به عنوان فردی از یک خانواده پناهنده یهودی، پناهندگانی از وین، این است که یهودیان اکنون در این موج مکارتیسم علیه مسلمانان شرکت می‌کنند. این موضوعی نیست که بتوانید به دیگران اجازه دهید صدای شما باشند. شما در واقع باید بگویید ببینید این به نام من نمیتواند اتفاق بیفتد. در واقع بر جامعه یهودی واجب است که خود را از راست افراطی و همچنین از اسرائیل جدا کند و بگوید نه، این به نام ما نمیتواند رخ دهد. همانطور که تعداد فزاینده ای از یهودیان جوان و بسیار شجاع آمریکایی در آن سوی آب انجام میدهند. در واقع همانطور که همه ما میدانیم، اتحاد اسرائیل با فاشیستا و رفتار اسرائیل به طور کلی بیش از هر چیز دیگری بزرگترین تهدید برای روابط جمعی و کنیسه ها و یهودیان ساکن بریتانیا و فرانسه و جاهای دیگر است. Say no, this is not in our name. As increasing number of young and very brave American Jews are doing across the water. In fact, as we all know, Israel's alliance with fascists and Israel's behavior generally is the greatest threat to communal relations and to synagogues and Jewish people living in Britain and in France and elsewhere than anything else. هیچ مشکل مذهبی بین یهودیان و مسلمانان وجود ندارد. اسرائیل و تاریخ زشت اسرائیل و حتی حال زشتر اسرائیل آن رابطه را تغییر داده و آن را منحرف کرده و مردم را از جایگاه شایسته که از یکدیگر حمایت می‌کردند بیرون کشیده. تاریخ نشان می‌دهد که یهودیان و مسلمانان همیشه با هم زندگی کردند. تنها اعمال فضای وحشت مدام در فلسطین، همانطور که در 11 ماه گذشته در غزه وجود داشته، این تفرقه را ایجاد کرده. این زمانی است که بی‌اعتمادی متقابل ایجاد می‌شود. اما در خود جوامع مردم می‌دانند که جای آنها مثل برادران در کنار هم است. بزرگترین تهدید برای یهودیان در سراسر جهان فاشیستایی هستند که با کمک اسرائیل آرزوی بازگشت به قدرت در اروپا را در سر می‌پرورانند. زیرا هنگامی که فاشیستا جامعه مسلمانان را ریشه‌کن کنند یا هرس کنند، همانطور که در دهه 1930 انجام دادند، سراغ یهودیان خواهند آمد. سازمان‌هایی مانند میدل ایست آی اخباری را به شما می‌دهد که رسانه‌های جریان اصلی به ویژه در مورد غزه به شما نمی‌دهند. شما اخبار واقعی را ابتدا اینجا خواهید خواند. شما این خبرها را در بی بی سی یا گاردین یا نیویورک تایمز نخواهید یافت. Are giving you the news that the mainstream media have utterly failed to give you, particularly on Gaza. You read it first here. You don't read it first listening to the BBC or reading the Guardian or reading the New York Times. Support Double Down News on Patreon and read Middle East Eye. خب یه سوال بزرگی که اینجا مطرح میشه اینه که اگر واقعا چنین توطئه‌ای وجود داره اونطور که آقای هرست میگه و ما به هر حال شاهد فجایع انسانی خوف‌انگیز در نوار غزه بودیم، چگونه استش که سازمان‌های بین‌المللی، جامعه جهانی، جامعه غرب عملاً هیچ نوع اقدامی در مقابل تهدیداتی که حتی فابریک جامعه خود کشورهای غربی رو داره در معرض تهدید قرار میده انجام نمیده؟ در این رابطه خانم سارا ویتسون که مدیر عامل مؤسسه دموکراسی برای جهان عربه، مؤسسه موسوم به دون، مقاله نوشته در نشریه فارن پالیسی. هفته گذشته لیندا توماس گریفین سفیر ایالات متحده در حاشیه جلسه شورای روابط خارجی ضربه شدیدی به نظم بین المللی مبتنی بر قوانین وارد کرد. در پاسخ به سوال من در مورد اینکه آیا دولت ایالات متحده از احکام دیوان بین المللی دادگستری برای توقف کمک به ادامه اشغالگری اسرائیل پیروی خواهد کرد و اگر چنانچه انتظار می رود این دادگاه حکم بازداشتی برای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و یوآف گالانت وزیر دفاع آن کشور صادر کند، آیا به آن حکم عمل خواهد کرد یا خیر، پاسخ او قطعی بود. دولت ایالات متحده از هیچ حکم پیروی نمی کند زیرا با حکم دادگاه مشکل دارد.
در حالی که ایالات متحده عضو دیوان کیفری بین المللی نیست و بنابراین موظف به پیروی از احکام بازداشت آن دادگاه نیست، واشنگتن زمانی که دیوان کیفری بین المللی دشمنان ایالات متحده را هدف قرار داده همکاری کرده است. در واقع زمانی که دیوان کیفری بین المللی حکم بازداشت مقامات سایر کشورهای غیر عضو دیوان کیفری بین المللی را صادر کرد، مانند ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و عمر البشیر رئیس جمهور سابق سودان، دولت ایالات متحده از این تصمیمات تجلیل کرد و خواستار همکاری با دادگاه شد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده از حکم دستگیری پوتین به دلیل جنایات جنگی در اوکراین توسط دیوان کیفری بین المللی استقبال کرد و به دولت دستور داد تا اطلاعات مربوط به جنایات جنگی احتمالی روسیه را با دادگاه به اشتراک بگذارد. کنگره تا آنجا پیش رفت که مفادی را در قانون ایالات متحده که همکاری با تحقیقات دیوان کیفری بین المللی را ممنوع کرده بود، حداقل تا آنجایی که به اوکراین مربوط می شود لغو کرد و قطعنامه‌ای را صادر کرد که دادستان را برای تأمین این حکم تحسین کرد. سناتور جمهوری خواه ایالات متحده لینزی گراهام در واکنش گفت این حکم دستگیری بسیار مهم است، زیرا اقدامی از سوی یک نهاد بین المللی مبتنی بر شواهد است که از آزمون تاریخ سربلند بیرون خواهد آمد. با این حال گراهام زمانی که دادگاه مقامات اسرائیلی را متهم کرد لحن کاملا متفاوتی به خود گرفت و این اقدام را اقدامات ظالمانه دیوان کیفری بین المللی علیه دولت اسرائیل خواند و گفت که من با تب و تاب با همکارانم در هر دو حزب در هر دو مجلس برای اعمال تحریم‌های محکوم کننده علیه دیوان کیفری بین المللی همکاری خواهم کرد. او به همان دادستانی حمله کرد که پوتین را به مستی از قدرت متهم کرده بود. این اولین مورد نیست که دولت‌ها از همکاری با دیوان کیفری بین المللی امتناع می‌کنند. حتی برخی از کشورهای عضو در اجرای احکام بازداشت صادر شده توسط دادگاه کوتاهی کردند، مانند امتناع مغولستان از دستگیری پوتین در اوایل ماه جاری در زمان دیدار از آن کشور، یا ناکامی اردن و آفریقای جنوبی در دستگیری عمر البشیر. موضع توماس گرینفیلد به این معناست که ایالات متحده مجری فرضی نظم مبتنی بر قوانین بین المللی اکنون با کشورهایی که دستورات دادگاه را نادیده میگیرند همراهی میکند. این نوع لفاظی‌های مقامات ارشد آمریکایی جایگاه همه دادگاه‌های بین‌المللی را بیش از پیش از بین می‌برد و به عنوان توجیهی توسط دولت‌های اقتدارگرا مورد استفاده قرار خواهد گرفت که سرمشق ایالات متحده را برای رد قوانین بین‌المللی کپی می‌کنند و کسانی را که به دنبال اجرای آن هستند نادیده می‌گیرند. دولت بایدن بی‌اعتنایی خود را نسبت به تصمیم دیوان کیفری بین‌المللی برای پیگرد مقامات اسرائیلی و اعضای گروه‌های مسلح فلسطینی به اتهام جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و سایر موارد نقض اساسنامه روم از سال 2014 پس از ارجاع دولت فلسطین در سال 2018 پنهان نکرده است. در 4 ژوئن مجلس نمایندگان ایالات متحده بار دیگر لایحه‌ای را برای تحریم دادستان تصویب کرد و 12 سناتور آمریکایی به درخواست دادستان برای صدور حکم با تهدید گفتند اسرائیل را هدف قرار دهید و ما شما را هدف قرار خواهیم داد. اگر پیش بروید ما برای پایان دادن به تمام حمایت‌های آمریکا از دیوان کیفری بین‌المللی، تحریم کارمندان و همکاران شما و منع ورود شما و خانواده‌هایتان به ایالات متحده را عملی خواهیم کرد. به شما هشدار داده شده است. هم آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه و هم رئیس جمهور جو بایدن معترض بودند که دادگاه بین‌المللی کیفری حماس و اسرائیل را برابر فرض کرده، احتمالاً به این دلیل که دادگاه هم برای مقامات اسرائیلی و هم برای حماس درخواست حکم بازداشت کرده است. اما اظهارات توماس گرینفیلد اولین باری است که یک مقام ارشد آمریکایی با صراحت اعلام می‌کند که واشنگتن از حکم بازداشت دیوان کیفری بین‌المللی سرپیچی خواهد کرد. برای توجیه این موضع توماس گرینفیلد توضیح داد که ایالات متحده در مورد اعمال صلاحیت دادگاه بر اسرائیل سوالاتی دارد و احتمالاً به رد صلاحیت دادگاه در مورد اتباع اسرائیلی توسط دولت بایدن اشاره کرد. او همچنین به اشتباه ادعا کرد که ایالات متحده قبلاً عدم تمایل خود را برای دستگیری نتانیاهو در سفر به واشنگتن در ماه ژوئیه منعکس کرده، در حالی که دادگاه هنوز حکم بازداشتی صادر نکرده است. با این حال مسئله صلاحیت دادگاه موضوعی است که دادگاه در سال 2021 در مورد آن حکم داد و استدلال‌های اسرائیل را در مورد به چالش کشیدن صلاحیت قضایی رد کرد. فلسطین را به عنوان یک کشور عضو دادگاه با ظرفیت قانونی برای ارجاع پرونده در قلمرو خود به دادگاه به رسمیت شناخت و بر اختیارات دادگاه برای اعمال صلاحیت قضایی بر اتباع کشورهای غیر عضو که در چنین سرزمینی مرتکب جرم می‌شوند تأکید کرد.
این واقعیت که نتانیاهو رئیس دولت در اسرائیل است او را از پیگرد کیفری بین المللی مسئول نمی کند. دیوان کیفری بین المللی قبلن اعلام کرده بود که چنین مسئولیت های داخلی بر حکم بازداشت دیوان کیفری بین المللی فائق نیست، زیرا هدف این دیوان را تضعیف می کند. از جمله ماده 27 منشور روم که مقرر می دارد همه مردم بدون تبعیض بر اساس ظرفیت رسمی مشمول این منشور هستند. دادگاه علاوه بر این تصریح کرد که پیروی از حکم بازداشت به معنای قرار دادن رئیس دولت در معرض پیگرد قانونی داخلی نیست، بلکه صرفاً انتقال آنها به لاهه برای پیگرد کیفری بین المللی است. مهمتر از همه پیشنهاد توماس گرینفیلد مبنی بر اینکه پیروی از احکام دادگاه بسته به موافقت یا عدم موافقت دادگاه با حکم آن است، مبنای ظرفیت دیوان کیفری بین المللی را برای عمل به عنوان یک دادگاه بین المللی با قدرت صدور تصمیمات الزام‌آور تضعیف می‌کند. اساساً پیام واشنگتن به جهان این است که دیوان کیفری بین المللی را دوست دارد وقتی دشمنان آمریکا را تحت پیگرد قرار می‌دهند، و وقتی دوستانش را تحت پیگرد قرار می‌دهد از دادگاه متنفر است. در حالی که دولت بایدن در سال 2021 تحریم‌های ایالات متحده علیه فاتو بن سودا، دادستان قبلی دیوان کیفری بین المللی، کارکنان او و خانواده های آنها را که دولت ترامپ به دلیل پیگرد قضایی اسرائیلی ها و آمریکایی ها بر آنها تحمیل کرده بود لغو کرد، اما فشار بر دادستان جدید کریم خان برای وادار کردن او به عقب نشینی متوقف نشده است. خان گفته که برخی از رهبران منتخب حتی به او گفتند که دادگاه بین المللی کیفری برای آفریقایی ها و اراذل اوباشی مانند پوتین ساخته شده، نه رهبران غربی یا مورد حمایت غرب. مقامات اسرائیلی در تلاش برای منحرف کردن تحقیقات دادگاه به کارزار 9 ساله خود برای جاسوسی، آزار و اذیت، فشار آوردن، بدنام کردن و تهدید دادستانهای فعلی و سابق دادگاه ادامه دادند. دقیقاً چنین حملاتی به دادگاه در مواجهه با اولین پیگرد قانونی یکی از متحدان ایالات متحده است که باعث شده تعدادی از کشورهای آفریقایی تهدید به خروج از دادگاه کنند و آن را صرفاً چماقی علیه آفریقایی‌ها بدانند، در حالی که هرگز به آنها اجازه نمی‌دهند علیه متحدان ایالات متحده اقدام کنند. یک سوال مرتبط که توماس گرینفیلد از پاسخ به آن خودداری کرد این بود که آیا ایالات متحده از دستورات صادر شده توسط دیوان بین المللی دادگستری که به اختلافات بین کشورها رسیدگی می کند پیروی خواهد کرد یا خیر؟ دیوان بین المللی دادگستری در حکم اخیر خود حکم داده که اشغال سرزمین‌های فلسطینی توسط اسرائیل غیرقانونی است و باید نیروها و شهرک نشینان خود را از آنجا خارج کند و الحاق غیرقانونی خود را لغو کند. دادگاه به کشورها دستور داده که هیچ اقدام غیرقانونی اسرائیل مانند الحاق سرزمین‌های اشغالی را به رسمیت نشناسد. دولت ترامپ الحاق اورشلیم شرقی و بلندی‌های جولان توسط اسرائیل را به رسمیت شناخت و دولت بایدن این موارد را لغو نکرده است. مهمتر از آن، دادگاه حکم کرده که دولت‌ها موظفند به اسرائیل برای حفظ وضعیت ایجاد شده توسط حضور غیرقانونی آنها در سرزمین‌های اشغالی فلسطین کمک نکنند. این یک مشکل برای دولت ایالات متحده است، به این دلیل که ایالات متحده با بیش از 20 میلیارد دلار کمک نظامی در سال 2024 و بیش از آن در مجوزهای فروش تسلیحات بزرگترین حامی اسرائیل محسوب می شود. در نتیجه چنین کمک‌هایی نه تنها قوانین ایالات متحده مبنی بر ممنوعیت ارسال سلاح به کشورهایی که حقوق بشر را نقض می‌کنند، بلکه دستور مستقیم دیوان بین‌المللی دادگستری را نیز نقض می‌کند. توییت این هفته هیئت نمایندگی ایالات متحده در سازمان ملل متحد مبنی بر اینکه علیه قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای اجرای نظر مشورتی رأی خواهد داد، نشانه کاملا واضح است که ایالات متحده قصد ندارد از آن قطعنامه یا از حکم دیوان بین‌المللی دادگستری پیروی کند. ادامه انتقال سلاح‌های آمریکایی به اسرائیل ممکن است منشأ اتهامات علیه دولت ایالات متحده در پرونده حمایت از اشغالگری در دیوان بین‌المللی دادگستری و همچنین پرونده جداگانه‌ای که آفریقای جنوبی در مورد ادعای نسل‌کشی علیه اسرائیل آغاز کرده و همچنین علیه مقامات آمریکایی در پرونده دیوان کیفری بین‌المللی به دلیل کمک و معاونت در جنایاتی که اسرائیل به آن متهم است بشود. توماس گرینفیلد در سخنرانی خود به دوست و مربی خود مادلین آلبرایت اشاره کرد: من گمان میکنم که اظهارات هفته گذشته توماس گرینفیلد ممکن است به عنوان لحظه آلبرایتی خودش تلقی شود. در سال 1996 وزیر امور خارجه وقت آلبرایت به پرسش لزلی استال مجری برنامه 60 دقیقه در پاسخ به اینکه آیا قیمت تحریم‌های ایالات متحده در عراق که باعث مرگ نیم میلیون کودک عراقی شده
بیشتر از قربانیان حمله اتمی به هیروشیما گفت: من فکر میکنم این انتخاب بسیار سختی است، اما ما فکر میکنیم ارزشش را دارد. غم‌انگیز و تا حدودی طعنه‌آمیز است که بعد از 30 سال پاسخی به همان اندازه محکوم از توماس گرینفیلد میشنویم. تداوم استفاده بسیار گزینشی ایالات متحده که از قوانین بین المللی به عنوان یک چماق سیاسی علیه مخالفان استفاده می کند، اما هرگز علیه خود یا متحدانش استفاده نمی کند. البته نقطه ضعف این رویکرد این است که حقوق بین الملل و دادگاه های مسئول حمایت از آن نمی توانند از حملات مداوم ابرقدرت برتر جهان جان سالم به در ببرند و این به فروپاشی آنها منجر خواهد شد و به ضرر همه نهادهای حقوقی بین المللی از جمله نهادهای آمریکایی خواهد بود. بینندگان عزیز، در اینجا مجله خبری هدلاین امشب به پایان می رسد. با سپاس از آرش در اتاق فرمان که امکان پخش برنامه رو فراهم کرد، همچنین بانو نیک نژاد، بانو ای بابا یادم رفت اسم شریفشون رو، و جناب آقای تابش در ادمین های یوتیوب، تا فردا که باز بانو پروین دشتی، تا فردا که باز در خدمت شما باشیم، بدرود و ایام بکام.